پژوهشگران آمریکایی موفق شدند ترکیبی از پروتئین ها بسازند که می تواند سلول های سرطانی را شناسایی کند. محققان دانشگاه شهر سن لوئیس در ایالت میزوری با استفاده از این ترکیب و عینک های هوشمندی که ساختند می گویند با رنگ های مختلف جراحان می توانند سلول های سرطانی را از سلول های سالم متمایز کنند. بهمن کلباسی به بیمارستان این دانشگاه رفت تا از نزدیک کاربرد این تکنولوژی را ببیند. یکی از مهمترین چالش‌های جراحان برای درمان بیماری سرطان برداشتن همه سلول‌های درگیر از بافت سرطانی و باقی گذاشتن بخش‌های سالم آن است. گاه یک بیمار برای اطمینان از خروج کامل این سلول‌ها از بدن مجبور به عمل جراحی دوم یا سوم می‌شود. اما حالا حاصل یک پژوهش در دانشکده پزشکی دانشگاه اصلی شهر سنت لوئیس آمریکا امیدهای بسیاری را برانگیخته که دقت عمل این جراحی ها به شدت افزایش یابد و به نجات جان هزاران مبتلا به سرطان در سراسر جهان بیانجامد. عینک هوشمند و ماده پروتئینی با قابلیت رنگین شدن ساخته شده در این دانشگاه به پزشکان امکان می‌دهد همه سلول های سرطانی را به روی صفحه کامپیوتر ببینند و از بدن بیمار خارج کنند. رئیس تیم مسئول این پژوهش میگوید این ماده و فناوری عینک هوشمند حاصل بیش از 9 سال تحقیق است. Basically what happens is a patient comes in, is injected with this dye. اول این ماده رنگی رو چند ساعت پیش از جراحی به مریض تزریق می‌کنیم. ویژگی این ماده اینه که هر جای بدن که سلول سرطانی پیدا بشه خودش رو به اون میچسبونه. اون وقت ما با این عینک میتونیم رنگی رو که با چشم غیر مسلح نمیشه دید رو در رنگ‌های مختلف ببینیم. As soon as the goggles come on, then we can see the near infrared light. این دانشگاه حالا در مرحله آخر گرفتن تایید نهایی استفاده از این تکنولوژی در سطح ملی از مقام‌های مرجع پزشکی و دارویی آمریکا است. در این اتاق عمل جراح متخصص جزو اولین پزشکان است که با استفاده از این فناوری در حال یافتن و جدا کردن سلول‌های برخیم از بدن یک بیمار مبتلا به سرطان پوست. پزشکان این دانشگاه می‌گویند استفاده از روش رنگین کردن سلول‌های درگیر محدود به سرطان پوست نمی‌شود و در درمان انواع این بیماری کاربرد دارد. با این فناوری دیگه نیازی نیست بافتی که سالم هست رو برای احتیاط برداریم و از اون مهمتر اگر سرطان به جاهایی رفته باشه که ممکنه ما نبینیم این رنگ‌ها به ما نشون میدن که کجا پخش شدن. گامی مهم برای مقابله با بیماری که سال گذشته جان نزدیک به 8 میلیون نفر را در سراسر جهان گرفت. بهمن کلباسی، بی بی سی، شهر سنت لوئیس در ایالت میزوری. سریع هم به دنیای ورزش بزنیم. برای اولین بار در تاریخ رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در هفته پایانی 5 تیم شانس قهرمانی دارند.